ما از یک وبسایتی در حقیقت www. 2020.com همراه 2020.com رو راه انداختیم که مستقیما شما رو به یوتیوب که فکر می بیش از 130 مورد یا شاید نزدیک 100 مورد اون مشخص شده با صدها گفتگوی رادیو تلویزیونی من که عنوان هم داره و میتونید با عنوانشون رو پیدا کنید قرار گیره بنابراین اگر مایل هستید لطفا به wwwhamrah همراه 2020.com سری بزنید و لینک اون رو با یوتیوب داشته باشید به جایی اینکه توی یوتیوب به دنبالش بگردید و این تنها و تنها کانال یوتیوبی است که متعلق به رادیو همراه و من هست و امیدوارم دوستان به این موضوع و آنچه که به عنوان حال حقوق معلف هست توجهی رو داشته باشم شوندگان عزیز عرجمن درود بر شما به برنامه راسا و نیاز ها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن ما 310 441 0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه ده تا دوازده و چهار تا شش پخش دیگری خواهد داشت پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که حدود چند هفته قبل به خاطر ترانه بسیار زیبایی از آقای همایون شجریان و استاد انوشوان روحانی تحت عنوان سرنوشت زمینه رو فراهم کرد که من گفتگویی درباره سرنوشت داشته باشم و از اونجا که موضوع قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت در جنبه عمومی و اجتماعی و این جهانیش به مسئله آزادی به موضوع آزادگی و جبر و اختیار مرتبط میشه در این باره هم در جلسات بعد درباره آزادی سخن گفتم جست و گریخته چند نفری نه اونقدر تعداد زیادی مطالبی یا پرسش هایی داشتن یا اشاره کردن که من به چند نکته توجهشون رو جلب کردم اما توضیحی یا اصلا ندادم یا کم دادم و بنابراین از شما اجازه میخوام که امروز که نمیدونم یکی دو سه قسمت اول شاید صرف این بشه که به برخی از نکاتی که مورد نظر دوستان بوده اشاره داشته باشم که خاطرم آسوده بشه این گفتگو نسبتا در حدی که میشه تکمیل شده باشه ضمنا یادآور میشم که گفتگوی درباره سرنوشت و مربوط به آزادی هم در اینستاگرام و هم در یوتیوب هست و فکر می پشت سر هم هم هست. به این نکته اشاره کنم که ما با راه اندازی وبسایت همراه 2020 wwwhamrah فرصتی رو برای دوستان فراهم کردیم که بتونن به کانال یوتیوب رادیو همراه دسترسی داشته باشن و برنامه های رادیو تلویزیونی من رو که سابقش به 20 سال میرسه و البته اخیرا بیشتر اونها هست اونها رو در اختیار شما بگذارن که بشنوید و یا ببینید و امید من این است که دوستان دیگری که بدون داشتن اجازه در این زمینه اقدام کردن با تشکر از کمک و همراهیشون خواهش کنم که اگر ممکنه این رو به همین وبسایت www.hamra2020 و کانال یوتیوب ما مرتبط کنن و اجازه بدن که همه اونها زیر بیش از صدها عنوان که همچنان این برنامه ها آمده و یافتنش هم بسیار ساده هست رو ما قرار بدیم و نظمی و ترتیبی که مورد نظر دوستان هست رو فراهم کنیم از محبت و لطفشون و زحماتی که در این زمینه کشیدن هم بسیار سپاسگزارم اما امیدوارم که این حق و اجازه رو برای رادیو همراه و من قائل باشن که آنچه که نتیجه این 20 سال گفتگو با شنوندگان و یا بینندگان خوب و عزیز هست رو کانالی به صورت مرتب و منظم در اختیار بگذاریم برها امیدوارم که دوستانی که علاقمندن به موضوع قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر به مسئله آزادی و آزادگی انسان اون مطالب رو بشنوند و اجازه میخوام که چند دقیقه ای همچنان وقت شما رو برای بیان مطالبی که گفته شده اما توضیح لازم و کافی داده نشده امروز در اختیار داشته باشه در آغاز به این نکته اشاره کردم که ما مفهوم آزادی رو به عنوان حق و اجازه و امکان از یک قانون درست و خوب و مناسب می دانیم و معمولا مفهوم آزادی رو در سه زمینه آزادی از آزادی در و آزادی برای مشخص میکنند در خصوص آزادی از که معنای دیگرش لیبرتی یا رهایی است گفته شده که به نام آزادی منفی اون رو میشناسیم یعنی شاید دویس سالی فلاسفه بزرگ جهان که درباره آزادی به عنوان موضوع مهم از اواخر قرن هجدهم یا اواسط قرن هجدهم صحبت می کردن به آزادی منفی در این زمینه اشاره کردند و مقصود اونها از آزادی از یعنی انسان به دلیل حق انتخاب و اختیار که نتیجه داشتن عقل و استفاده از اون هست و با کمک علم به عنوان ای که تونه درستی و غلطی رو مشخص بکنه انسان خودش رو از زندان تاریخ از زندان فرهنگ از زندان جامعه از زندان خانواده کودکی و گذشته و بالاخره حتی از طبیعت آزاد کنه که در این زمینه با کمک علم بسیاری از اونها اتفاق افتاده و آزادی از زندان طبیعت با شناخت قوانین طبیعت و استفاده از این قوانین علیه قوانین دیگه زمینه رو برای چنین پیشرفت حیرت انگیزی در خصوص انسان و فقط انسان و نه هیچ موجود دیگری فراهم کرد دوم این آزادی از در چارچوب آزادی از باورهای غلط بد و منفی است که معمولا این نظام باورها و اعتقادات به سه موضوع مشخص مرتبطه یکی خدا یکی طبیعت و دیگری انسان بنابراین بسیاری از مردم که به دلیل آنچه که در کودکی بر اونها گذشته یا شرایط و وضعیت محیط اطرافشون باورهایی دارن که غلطه و یا بد و منفی است حتی درباره خدا یعنی خدایی که اونها برای خودشون و در ذهن خودشون ساختن یا توصیف میکنن یا راجبش حرف میزنن برخی از اوقات خدای خوب مهربانی نیست و بر مبنای اون خوب و مهربان نبودن خدا به خود اجازه برخی از اوقات جنایات حیرت انگیز میدن که متاسفانه تاریخ شاهد صدها مورد بسیار برجسته اون هست و به همین جهت از رهایی از این باورها از این اعتقادات غلط و بد و منفی چه درباره خدا چه درباره طبیعتی که در اون زندگی میکنیم و در بسیاری از مردم باور و عقیده و نظری که درباره انسان دارن که انسان چگونه موجودی است که شامل حال خودشون و برخی از اوقات شامل حال جنس موافق یا مخالف خودشون میشه بنابراین ما در دنیایی هستیم که متاسفانه بسیاری از مردم با باورهای غلط و بد و منفی نسبت به خدا و طبیعت و انسان زندگی رو بر خودشون و دیگران بسیار سخت و تلخ میکنن و برخی از اوقات همون گونه که عرض کردم موجب مرگ و نابودی خود و یا دیگران شدن برابری این آزادی از آزادی از باورهای غلط بد و منفی است همچنین آزادی از احساسها و هیجانات بد و منفی است از اونجایی که احساسات ما میتونه مثبت یا منفی باشه شادی باشه یا غم باشه امنیت باشه یا عدم امنیت باشه و ما متاسفانه در هشت سال اول کودکی تقریبا همه احساسهای انسانی رو در وجود خودمون می و بعد از اون بر مبنای اون زندگی می کنیم قرار این است که ما خودمون رو مخصوصا امروز با کمک علم و عقلی که وجود داره و تکنیک های فراوانی که به وجود اومده و حتی در موارد لازم استفاده از دارو درمانی یا حتی انواع دیگر دخالت در مغز انسانی به جهت تغییر از جمله و حتی جراحی ما خودمون رو از احساس بد و منفی مانند استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، احساس شرم و خجالت و یا حقارت دور کنیم بنابراین آزادی از این احساسهای بد و منفی اساس گفتگویی است که در این زمینه داره و در بسیاری از جوامع همچنان مشکل اصلی و اساسی موضوع وابستگی عادت و اعتیاده و اون سبب میشه که حتی رشدی در حد یک کودک هشت ساله از نظر ایجاد ارتباط با خود و طبیعت و دیگران نداشته باشیم و بنابراین آزادی از وابستگی ها عادت ها و اعتیادات و رهایی از اون چهار نون واقعا نحس تاریخ نون نادانی ناتوانی نیازمندی نگران این رو بارها بهش اشاره کردم که در بسیاری از موارد وقتی که شما با موضوعی روبرو میشید و افراد ادعاهایی میکنند مانند اهل گذشت و تعمل و فداکاری یا به خاطر فرزندانشان در یک زندگی جهنمی ماندن در تحلیل دقیق و یا نهایی ما به اینجا می که این افراد گرفتار یک دو سه و یا هر چهار نونی هستند که زندگی اونها رو فلج کرده یا نادانن یا ناتوانن یا نیازمندن یا نگرانند یا ترکیبی از این هاست و متاسفانه بیش از 90 درصد مردم در طول تاریخ واقعا خوراک روزانهشون خوردن این چهار نون بوده که زندگی رو بر اونها سخت و تلخ کرده و به همین جهت است که اونها رو گرفتار یا هوس و یا قفس قفس کرده و گرفتاری انسان در اینجاست بنابراین آزادی از یا فریدم فرام شامل حال مواردی میشه که خدمتون هست کم اما وقتی به آزادی در آزادی freedom in or to قرار میگیریم آزادی در به دنبال داشتن علم و یا دانایی آگاهی است در جهت به وجود آوردن عقل rational mind thinking و reasoning در وجود خود و استفاده از اون آزادی در کاربرد اصول اخلاقی و انسانی است به وجود آوردن آنچه که به عنوان پوست روانی است که مسئله اصلی و اساسی حرمت انسانی است و ما رو به عنوان فرد منفرد ولی در این حال مرتبط به هم مانند قطره های یک دریا قرار میده آزادی در پذیرفتن وظیفه مسئولیت و تعهد در زمینه های مختلف زندگی و بالاخره آزادی در پذیرفتن ضرورت زمان و مکان به جای جبر تاریخ و یا آزادی بدون هیچ قید و بندی بنابراین وقتی صحبت درباره آزادی در میشه به این موارد میشه اشاره کرد اما برای آزادی برای Freedom فور موضوع اول رسیدن به مرحله خود شدن یا تحقق خود یا به قول ابراهیم سلف اکچوالیزیشن یعنی همه ما به یک اعتبار مانند یه دانه ای هستیم که کاشته شدیم و مهم این هست که بتونیم ساقه داشته باشیم شاخه داشته باشیم برگ داشته باشیم شکوفه داشته باشیم گل داشته باشیم و میوه داشته باشیم یعنی آنچه که ما رو به کمال خودمون و یا تکمیل خودمون بتونه برسونه و این موضوعی است که متاسفانه در طول تاریخ به نظر نمیرسه بیش از یک یا دو درصد مردم بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته به این مرحله از تحقق خود یا سلف اکچوالیزیشن برسند و تمام نیروها و توانایی‌های بالقوه خودشون رو به فعل تبدیل کنند و در پایان عمرشون خاطرشون آسوده باشه که آنچه که می‌توانستند شدند دوم رسیدن به یه مرحله از آرمان خواهی، یعنی یه مجموعه‌ای از باورها و اعتقاداتی که همه اونها درست است و خوب است آزادی برای رها کردن خود از گرفتاری هایی که مانع بشه ما دو کار اصلی و اساسی رو نکنیم محبت و خدمت برای که مطالعات نشون میده آنچه که میتونه موضوع زندگی انسان باشه محبت و دوستی و سمیمیت و عشق هست و بعدا خدمت به دیگران آزادی برای تجربیات خوب مفید و سازنده آزادی برای آغازگری و خلاقیت یعنی پیرو و دنبال رو نبودن و توانایی ایجاد و همیشه تغییر و دیگرگونی داشتن و بالاخره آزادی در فعالیت مثبت خوب مفید سازنده برای خود و دیگرانه و اینجاست که آزادی برای اینکه انسان این مرحله رو بتونه در زندگی داشته باشه که از تمام امکانات خودش استفاده کرده در یک چنین شرایطی است که من و شما میتونیم سخن از این داشته باشیم که در چنین وضعیتی من به این نتیجه میرسم و با نهایت راحتی اون رو میپذیرم که من هستم بودم و شدم و مسئولم همکنون و اینجا در حالی که کسی که به این مراحل نرسه و حالت سالم سازنده مفید رو نداشته باشه همیشه سخنش این است که تو هستی و بودی و شدی و تو ظالمی و در مقابل من یا مظلومم یا مشغولم و دیروز و فردا و نه امروز و آنجا و نه اینجا یعنی کسی که خودش رو از اون واقعیتی که قرار بر مبنای اون و در چارچوب اون زندگی کنه دور نگه میداره و بنابراین مسئولیت حس و احساس و اندیشه و عمل خوب و درست و مناسب خودش رو نمیپذیره و این فرصت رو نمیده که سرنوشتش رو در سر بنویسه و بعدا از سر بنویسه و به یک اعتبار مخلوق خدا باشه اما خالق خودش نه ملعون و لعنت شده خدا و قاتل برادرش آنگونه که آمده چنین فردی است که آگاه است آزاد است مختار است فعال است مسئول است خوشبخت است و سالم در حالی کسی که از این آزادی بهره نگیره محکوم مجبور منفعل مشغول و یا مظلوم بدبخت بیماره و درگیر تکرار و ادبار بنابراین امیدوارم این قسمت از توضیحات پاسخی باشه به پرسش دوستانی که درباره آزادی از آزادی در و آزادی برای پرسیده بودند اجازه بدید که پیام هایی رو بشنویم برگردیم مختصر دیگری در این باره باید سخنی رو تقدیم حضورتون کنم و بعدا در خدمتون هستم برای پاسخ دادن به پرسش های شما و ترجیح من این است که اگر ممکن باشه اجازه بدید که دوستانی رو ما برشون تقدم قائل بشیم که بحثشون درباره قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و آزادیه که به این موضوع مرتبطه ولی اگر به حال در این زمینه پرسشی نبود گفتگوهای معمولی را که مطرح هست رو من در خدمتتون خواهم داشت. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها و نیاز ها گوش میکنید به این نکته اشاره کردم چون شاید برخی از شما شنوندگان گرامی تازه به ما گوش میدهید که باقی منده کمی درباره موضوع آزادی وجود داشت که به برخی از جنبه های اون در قسمت قبل اشاره کردم به اجازه میخوام که قسمت دیگری رو که قسمت پایانی هست رو هم با شما در میون بگذارم معمولا درباره آزادی افکار، آزادی گفتار و آزادی رفتار هم سخن میگوییم به نظر میرسه که انسان در جهت آزادی افکار توان اینو داره که خودش رو تا حدود زیادی آزاد کنه و ضمنا و خوشبختانه کسی نمیتونه مانع او برای آزادی فکرش، خیالش و ذهنش باشه. یعنی شما میتونید در هر زمانی که مایلید بدون که دیگری بتونه کنترلی مشخص حداقل با توجه به دانشی که امروز داریم روی شما از نظر مغز داشته باشه در حالی که او به شما میگه به سیاه فکر کنید شما به سفید یا اصلا چیز دیگری فکر کنید و در نتیجه هر گونه که مایل بودید به پر خیال رو باز کنید هر طرف که میخواید پرواز کنید بنابراین ما در جهت آزادی افکار یا آزادی خیال یا آزادی ذهن به دلیل آنچه که امروز میدانیم محدودیتی نداریم و فقط مسئله این است که این آزادی با انتخاب و اختیار خود ما باشه نه اینکه افکار بر ما حجوم بیارن که خودش موضوع بحث وسواس و یا گرفتاری های دیگری است که از ذر روانی مطرحه اما وقتی که میرسیم به آنچه که آزادی گفتاره در اینجا برخلاف تصور این مفهوم آزادی همچنان مانند تعریف آزادی مبتنی است بر انتخاب قانون درست به این معنا که شما آزادی در عقیدتون در نظرتون و یا در گفتارتون ولی همچنان شرایط و موقعیت و روابطی در اینجا حاکم هست یعنی شما نمیتونید با بیان مطلبی فرض کنید تخمتی اتهامی رو به کسی وارد بدونید و او رو به نوعی آزار بدید و بعد استدلال شما این باشه که من عقیده و نظرم رو گفتم به همین جهت است که برای مردم عادی برخی از این گفتگوها به عنوان رفتاری تلقی میشه که در چارچوب قانون باید باشه و چون نیست شما میتونید به عنوان متهم و بعدا مجرم شناخته بشید و مجازات بشید درست است که یه چنین قاعده در برخی از مثلا ایالت های امریکا از جمله ایالت کالیفرنیا به خاطر آنچه که مربوط به صنعت فیلم و فیلم سازی بوده و بعد به خاطر شرایط خاصی که بر مطبوعات حاکمه اصولا افرادی که به عنوان پابلیک فیگر یا کسانی هستند که به و جنبه اجتماعی دارند دست افراد رو برای احتمالا اعتراض و انتقاد از اونها باز میگذاره و ممکنه به اونها تخمتهای اتهاماتی حرفهای ناروایی زده بشه که اگر به فرد عادی و معمولی زده بشه جرمه ولی به گفتنش به فرمانداری رئیس جمهوری یا به فردی که زمینه وچه عمومی داره و خودش قبول کرده که در این صحنه حاضر باشه اونقدرها قید و بندی نداره بنابراین حتی در این زمینه هم یه تفاوتی بین مردمان عادی و مردمانی که به عنوان افراد پذیرفته شده یا به حال مطرح در جامعه هست رو قائل هستند ولی اگر شما اونها رو متهم به جرمی و یا عملی بکنید که انجام اون غیر قانونی است اون موقع شما مسئله خواهید داشت یعنی شما نمیتونید نسبت دزدی یا قتل بدید به درد اینکه دزدی و قتل به عنوان قانون و در چارچوب قانون عملی است که جرم و مستوجب مجازات ولی در جهت اینکه افکارش عقایدش درست نیست خوب نیست مفید نیست مناسب نیست خیلی از اوقات میشه به راحتی حرفی زد و در این زمینه کاری نمیشه کرد بنابراین حتی در این زمین هم یه تفاوتی وجود داره جالب این است که برخی از ایالت های امریکا حتی یه چنین محدودیت های قائل نیستن و همچنان همه افراد رو به عنوان کسی که نمیشه مورد تهمت و افتراع و اتهامی قرار داد قلمداد میکنن و برخورد نسبتاً یکسان هست ولی تفاوت های اینجا و اونجا و یا در کشورهای مختلف وجود داره دوم اینکه درست است که من و شما آزادی گفتار رو داریم ولی این آزادی گفتار در برخی از موارد اصلا قرار نیست صورت بگیره فرض کنید شما به سینمایتش ببرین ببرید و شما نمیتونید بلند بلند شروع کنید با دوستتون حرف زدن یا با خودتون حرف زدن و استدلال شما این باشه که من آزادی گفتار دارم نه اینجا ما وارد یه محلی شدیم که اساسش بر سکوته و بنابراین به عنوان کسی که مخل اون آزادی و یا راحتی افراد میشه میتونید مورد مجازات قرار بگیرید نتیجتا، من و شما به صرف اینکه آزاد هستیم در گفتار معناش این نیست که اونجا میتونیم گفتگو کنیم یا فرض کنید شما به کنفرانسی برید یا به کلاسی برید استادی است که قرار سخن بگه یا سخنرانی که حرف میزنه در چارچوب قواعدی که بر اون کلاس حاکمه اوست که تصمیم میگیره حرف بزنه و یا در چارچوب درسش که محدودیتش از جای دیگه میاد مطالبی رو ارائه بده و یا به شاگردان اجازه پرسشی بده یا توضیحی یا اظهار عقیده یا نده در اینجا شما نمیتونید با اصل آزادی بیان در حقیقت در یک کلاسی بیایید و وقت بقیه رو یا حرف استاد رو قطع کنید و هرچی دلتون خواد بگید به دلیل اینکه من این آزادی رو دارم بنابراین یه قواعد دیگری حاکم هست بر آنچه که مثلا محیط درس و یا محیط, ها محیط, های عمومی هست یعنی به صرف آزادی بیان نیست یا من و شما از این آزادی استفاده کنیم و برای دیگران خطر و زحمتی درست کنیم اصطلاحا گفته میشه که در یک سینما شما یک وقت فریاد آتش آتش رای داشته باشید و مردم رو وحشت زده کنید ای ها موجب جر حتی مرگ دیگران بشید و در اینجا شما نمیتونید مدعی باشید که من فقط از آزادی بیانم استفاده کردم و یا حرفی زدم متاسفانه برخی از اوقات در گفتگوهایی که هموطنان خوب عزیز با وسایل ارتباط جمعی دارن فرضشون بر این است که اگر آزادی هست من حق دارم رو خط رادیو و تلویزیون حرف بزنم خب در اینجا مسئله این است که شما حق دارید مشروط بر اینکه این حق به شما داده شده باشه و اینجا یه محلی باشه که کسی مثل شما در چارچوب قواعدی که بر این رادیو یا تلویزیون ها که به حرف میزنه بنابراین معناش این نیست که چون من آزادم و ضمن آزادی مطبوعات وجود داره من میتونم بیام و صحبت کنم به که شما حتی در یک کشوری مانند امریکا یا کشوری که برحال موضوع آزادی از اونجا شروع شده شما رادیو تلویزیون ها رو نمی بینید که خطا رو باز کنند و به آدم ها اجازه بدن هر چیزی رو شما بگن حتی بسیاری از وسایل ارتباط جمعی پذیرفته شده امریکا مثلا چهار یا پنج تلویزیونی که امروز بیش از همه گسترش پیدا کردن حتی برخی از وقت یک دقیقه تا یک سال به کسی اجازه نمیدن که در این باره حرفی بزنی یا سخنی گفته باشه در شما میتونید رادیو تلویزیون خودتون داشته باشید و مطالبی در چارچوبی که قانون اجازه میده هرچی دلتون میخواد بگید اما شما نمیتونید این انتظار رو داشته باشید که من به دلیل اصل آزادی منم میخوام حرفم رو بزنم در حالی که یه چنین شرایطی فراهم نیست در یک کشوری مانند امریکا ای از 330 میلیون شاید 33 هزار نفر هستند که در برنامه های رادیو تلویزیونی در چارچوبی که قرار هست سخن میگن و بقیه مردم یعنی هزار به یک مردم که شاید یه چنین دسترسی دارن و بقیه از اون محروم هستن بنابراین مفهوم آزادی بیان این نیست که من هر جا هر چی دلم خواست مطرح کنم بلکه قواعدی بر اون حاکمه تازه اینا با فرض رعایت آداب و ادبه و در چارچوبی است که از خطی که معمولا قانون اون رو مشخص میکنه من و شما فاصله نگیریم و دور نیفتیم برابر این مفهوم آزادی گفتار به این معنا نیست که من هرچی دلم پاس هر جایی که خواست بگم و به دلیل این اصل میتونم حرفی بزنم چون در تحلیل نهایی گفتار میتونه تفاوتی آنچنان که در بحثای روانشناسی به صورت جدی مطرحه تفاوتی با رفتار نداشته باشه و اینجاست که من شما رو به بحث آزادی رفتار میرسونه که در اینجا کاملا بر اساس قانون یعنی آزادی افکار هست آزادی بیان یا گفتار در چارچوبی که بسیار وسیع هست وجود داره اما وقتی که به مسئله آزادی رفتار میرسیم قانون تعیین کننده است به همجاست که جرم عملی است یا رفتاری است مخالف قانون این تعریف جرمه عملی است یا رفتاری است مخالف قانون نه مخالف اصول اخلاقی نه انسانیت نه هیچی مخالف قانون در حالی که وقتی شما درباره گناه صحبت میکنید گناه عبارت از رفتاری است مخالف اصول اخلاقی یا وجدان جمعی و یا اگر باورمند هستید کلام خدا و فرمان خدا و به همجاز که ما در حوزه اجتماعی با گناه کاری نداریم اون حوزه برمیگرده به مسائل شخصی یا اعتقادات و باورهای مردم ولی میشه این نتیجه گرفت که ما در افکار آزادی در گفتار اصولی و قواعدی اون رو محدود میکنه ولی همچنان در میزان بسیار وسیع میشه سخنی گفت و حرفی زد و در این زمینه آزادی وجود داره ولی وقتی که به رفتار میرسیم من و شما کاملا بسته و محدود خواهیم بود و بنابراین رفتار ما در چارچوبی است که قانون مشخص و معین میکنه بنابراین با توجه به این نکاتی که برخی از دوستان به ششاره ای داشتن امیدوارم گفتگویی که من از چند هفته قبل درباره سرنوشت و آزادی آغاز کرده بودم رو اینجا پایان بدم و همونطور که ارز کردم اگر در این جلسه یا جلسات بعد درباره هر کدوم از این موارد دوستان صحبتی دارن بسیار خوشحال میشم که بشنوم و باز شما رو مراجعه میدم به کانال یوتیوب رادیو همراه که از طریق وبسایت ما www.hamrah2020.com میتونید اون رو در اختیار داشته باشید و این مطالب رو اگر مایلید بشنوید اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم برگردیم و من در قسمت های بعدی در خدمت شما برای پرسش و پاسخ های کلی و یا اگر در این باره باشه که خوشحال تر میشم خواهم بود